سلام، قسمت 26 هم دوره متوسطه. من بهنام معصومی هستم، نوازنده و مدرس سازهای کوبه ای. در کانال من ویدیوهای مربوط به آموزش ساز تنبک بارگذاری میشه. اگر که دوست این ساز تنبک رو یاد بگیرین، کانال من سابسکرایب بکنین و اون زنگوله کنارش هم بزنین که هر موقع ویدیویی بارگذاری کردم یوتیوب بتونه شما رو باخبر بکنه. مرسی. سلام به همگی، امیدوارم خوب باشین و همیشه سلامت باشین. قسمت 26 هم از دوره متوسطه و صفحه 74 رو قرار هستش که با همدیگه کار بکنیم. قبل از اینکه بخوام تدریسمون شروع بکنم، باز هم میخوام یادآور بشم که شماره تلفنی که پایین ویدیو نوشته شده شماره تلفن واتساپ من هست و اگر که نیاز به توضیح بیشتری بابت هر کدوم از درس داشتین، من تمام ویدیوامو پشتیبانی میکنم و فقط کافی هستش که در واتساپ به من پیام بدین، در خدمتتون هستم. خب بریم شروع بکنیم صفحه 74. همونطوری که قسمت‌های قبل رو دیدین و صفحات این چند صفحه قبل رو زدیم، متوجه شدیم که خب درس‌ها الان بر اساس این هستش که پلنگ‌های دست چپ رو بخوایم تقویت بکنیم. درس قبل و ما قبلش هم به همین شکل بود که پلنگ‌های 1:4 و یا پلنگ 4:1 رو می‌زدیم و توی درس این شکلی طراحی شده که بتونیم یواش یواش تقویتشون بکنیم. در اصل معنیش این هستش که همونطوری که پلنگ 1:4 رو میزنیم، باید تمرین بکنیم برای اینکه 4:1 رو با همون سرعت و با همون قدرت بزنیم. پس جداگانه بشینید تمرین بکنیم برای اینکه دستتون قوی و تکنیک‌ها خوش صدا بشه. خب بریم شروع بکنیم صفحه 74. خط 2، خط 3، خب یه چیزی بهتون بگم. ببینین اگر که تفاوتی توی نوت هامون وجود داره، مثلا اونجایی که 1:4 من 4:1 دارم میزنم، یا اگر توم بک میزنم، یا اگر ریزش متفاوته، تفاوت توی نسخه چاپیمون هست. من نسخه‌ای که دارم خیلی قدیمی تره و چیزی که این چند سال اخیر دوباره مثلا تولید شده و چاپ شده و پخش شده، ممکنه که تفاوتایی داشته باشه. بعضی از شما عزیزان پیام میدین تو واتساپ، بعد که عکس میگیرین از نوتتون میفرستین، مقایسه میکنین، میبینیم که خب با هم دیگه فرق دارن. پس خواهش همینه که یک کمی راحت تر بگیرین این مسائلو و بیشتر سعی بکنین ریتم و تکنیک و نکته هایی که توی درس میگم و بیشتر یاد بگیرین، اون وقت با نوتی که خودتون دارین سعی بکنین بزنین. البته 99% این همه ها، ولی یه جاهایی بالاخره یه تفاوت هایی وجود داره. بریم قسمت پایین صفحه 74. خب اینجا یه دونه دورچن به ما اضافه میشه پشت سر هم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ششمین دورچنگ ما بک هست. هیچ فاصله بین دورچنگ 5 و دورچنگ ششم ما وجود نداره، پس ما نمیتونیم بزنیم، باید پشت سر هم باشه. دم. بریم ریتم رو تو ذهنتون بسپرین. د د د د د د بام بام، د د د د د د بام بام، 1, 2, 3, 4, 5, 6 بام بام. بریم. خط آخر نگاه بکنین، الان دیگه کامل افتاده پشت سر هم، یعنی 2 تا 6 تا، یعنی یک میزان ما 12 تا دولچنگ داره. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 کاملا پشت سرم. دد 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 دد، هیچ فاصله بینش وجود نداره. بریم. چیزی که ازتون میخوام تمرین بکنین اینه که این جمله ها رو جداگانه بشینین کار بکنین. ببینید تو جمله رو دو تا بک داره دیگه،
دوباره دو تا توم داره، دد 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 دد، اینا رو رعایت بکنید. میتونه خیلی مفید باشه این تمرین. بریم ادامهش، یعنی ادامه درس صفحه 75. درس امروزمون تا آخر صفحه 75 بود. اگر هر سوالی داشتین توی واتساپ به من پیام بدین، در خدمتتون هستم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا جلسه بعد و ویدیو بعد، خدا نگهدار همگی.